شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود که پاسخگوی پرسش‌های روانی، خانوادگی، کودکان و جوانان شماست. و بعد از ظهر دوشنبه 4 تا 6 برنامه جامعه سالم نگاهی به موضوعهای اجتماعی است که بعد از بحث سیاست وارد گفتگو درباره سیستم حقوقی و قانونی و قضایی شدیم که آقای دکتر سیروش مشکی حقوقدان با ما همراه هستند. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یکشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. خیلی خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. منم همینطور، بفرمایید. آقای دکتر، من یه سوال شاید بشه گفت کلی دارم. اینکه اول باید بگم که من از یک رابطه 2 ساله تقریبا 3 هفته میشه که اومدم بیرون و این رابطه با خیانت هم تموم شده و من خیلی خیلی احساس میکنم که حالم بده. و خب اول من بگید سن هر دوتون سن هر دو چیه؟ من 34 سالم هستش، این آقا 41 سالشون بود. ایرانی هستم؟ بله. شما از کجا تلفن میکنید؟ من از سوئیس زنگ میزنم. چه مدلی از اروپا هستی؟ من حدود 26 سال اینجا زندگی میکنم و اون آقا هم 15 سال سوئیس بودن. بودن یا الان هستن یا نیستن؟ هستن، یعنی هستن. حالا چون هر دو چی خونده چه میکنی؟ من پزشکی خوندم، تخصص دارم تو رشته قد. ایشون هم آرکیتکت بودن ولی فوق لیسانسشون رو تموم نکرده بودن. با وقت تو رشته خودشون کار میکنن یا نه؟ نه، تو رشته خودشون کار نمی کردن، یک شرکت خصوصی داشتن و اتون کار می کردن، چون که رشته آرکیتکتشون فوق لیسانس بود و نتونسته بودن تمومش کنن. نه، ولی شرکتی که بود تو رشته مربوط به ساختمان. بله، بله. به من بفرمایید اگر درآمد شما 100 یورو بوده، درآمد ایشون چقدر پارسال یا امسال؟ میتونم بگم که یه موقعی شاید 2 برابر حقوق من بود ولی بالا و پایین داشت. مثلا پروژه رو میگرفتن، خب اونو میدونم از ولی خب ما اینا رو به سال یا مثلا چند سال حساب درسوین. تو 3 سال درآمد شما بوده 100 دلار، تو 3 سال درآمد ایشون چقدر بوده که اون پایین رو بالا رفتن؟ سال اولی که باشون وارد رابطه شدم حقوق اونا بالاتر از من بود، 2 برابر بود، ولی من وقتی تخصصم رو تموم کردم دیگه رسیده بودم هم سطحشون شده. بسیار عالی. به من بگید هر دو فرزند چندمی؟ من فرزند سوم هستم از 3 تا فرزند. ایشون فرزند اول بودن از 4 تا فرزند. شما 3 تا، دوتایی که بزرگتر از شما هستن پسرن دخترن چند؟ اونا برادر هستن، 2 تا پسر هستن. اوکی. و ایشون چطور که اول اصلا اون ستای بعدی پسرن دخترن چیه؟
دو تا دختر بعدشون و یه پسر بعد، یعنی دو تا خواهر داشتن، یه دونه برادر. اوکی، به من بگید شما در 18 سالگی تنهایی آمدید اروپا یا اینکه با خانواده نه آمدید؟ نه ما خانواده اومدیم. اوکی، بسیار خوب. خب حالا ما رابطتون گفتید چیزی نزدیک 2 سال بوده، چقدر این رابطه بله نزدیک بوده؟ هر روز هم دیگر میگید، هفته 3 روز یا ماهی یه دفعه، چجوری بود این رابطه مثلا این 6 ماه آخر؟ رابطمون خیلی نزدیک بود آقای دکتر. بعد حتی یه مدتی ما مثلا حتی می اومد خونمون، مثلا یه 2 هفته میمون یا مثلا 1 هفته، چون خونشون ژنو نبود، از ما یکم دورتر بودش، ولی کارشون اینجا بود، می اومد میمون و میرفت. و ولی تو رابطه بالا پایین زیاد داشتیم، چون ایشون یه مقداری از همون اوایل زیاد صادق نبودن. ولی خب من هیچ وقت نتونستم بهشون ثابت کنم که دارن یه کاری رو انجام میدن که من میفهمم. ولی ایشون همزمان رابطه‌مون با ایشون زمانی شروع شد که من سال اول تموم کرده بودم تو تخصص، سال دومم بود و فوق‌العاده از نظر کاری رو فشار بودم، میدونین چی میگم آقای دکتر. درسته، کاملا. بعد من توی پروژه هم بودم که یه سری سفرهای بین المللی داشتیم، چون خودم واقعا علاقه من بودم برای اون پروژه. و اون اوایل که شروع کردم با ایشون، اینا خیلی ساپورتم کرد و خیلی علاقه نشون داد به این رابطه، و من هم زیاد جدی نگرفتم اوایل برای شناخت ایشون. یه مدت که از رابطه‌مون گذشت، من متوجه بعضی رفتارهای ایشون شدم. بعدها متوجه شدم که مثلا این آقا یه سری مواد مخدری استفاده میکنن که قبلش به من نگفته بودن، ولی خب برای فان میگفتن این کارو میکنم. ولی از یکی از دوستانشون بعدا شنیدم که نه، مقدارش از فان بیشتره، چون روزانه باید اینو استفاده کنن. خب به اینجور بالا پایین. من ازتون یه سوالی بکنم، البته جایگاهتون رو متوجه هستم تو خانواده. شما فکر میکنید تو زندگی مثلا تو این گونه موارد اگر احساسی بکنید به نظرتون میاد واقعا این برداشت و دریافت شما مهمه، یا اعتراف ایشون و یا داشتن سند و مدرکی؟ ببینید شما درست به دلیل تخصص رو عرض کنم، اگر فکر کردید که این آدم در خطر مرگه، حتی این خطر 5%، 2%، شما موضوع رو جدی میگیرید، نمیگید که حالا 2% 5% کار نره. وقتی توی رابطه موضوع اصلی و اساسی، اونم برای شما با توجه به تیپ روانی که الان متوجه هستم این مهمه، شما وقتی فکر میکنید ایشون یک پنهانکاری میکنه، موضوع مواد مخدر میتونه چیزی بیشتر و با گذشت زمان حتی بدتر بشه، ضمناً شاید یه ذره باز احساس میکردید که روابطی شاید وجود داره، شما قرار بوده بر مبنای اون تصمیم بگیرید و عمل کنید، نه بر مبنای اقرار و اعتراف ایشون یا داشتن سند و مدرکی که به اصطلاح دادگاه پسند باشه. میدونید چی میخوام بگم؟ چرا خودتون به اون راه زدید؟ بله، این هم الان مشکلم تو این چند هفته هستش که واقعا واقعا نمیدونم چرا این کار رو کردم. من آقای دکتر تا این رابطه تموم شد همیشه احساس میکردم یه آدم باهوشی هستم، ولی الان تو این 3 هفته احساس میکنم واقعا واقعا خیلی نه، معلوم نیست به باهوشی مرتبط نیست. ببینید باهوش نسب کنید عزیز، باهوشی یعنی آگاه بودن از احتمالات یا امکاناتی که برای سازگاری هست. اصلا هوش یعنی تنوع در سازگاری، بنابراین باهوش میتونید باشید، ولی اون نگاه بدبین و منفی رو نداشتید، بلکه نگاه، نه اینکه خوشبین بودید، نه، یه کمی خوشخیال بودید. بعدم به دلایلی که خیلی چیزا میتونه باشه اون رو نادیده گرفتید، یعنی نبوده که نفهمید. بله، بنابراین به هوشتون مرتبط نیست. ببینید من همیشه عرض کردم اگر به من شما یه لیوان چای بدید، بگید نمیدونم فلانی سرده یا گرمه، حالا میخوای امتحان کن و اگه سرده عوضش کنم، من اهمیت نمیدم. ولی اگر من گفتید ببین من اینجا الان دو تا یه دارو گذاشته بودم و این لیوان، نمیدونم دارو تو اینه یا اون، میخوای امتحان کن، که من که امتحان نمی کنم که ببینم
این داروه یا آبه یا چایه. شما با یه موضوع بسیار جدی روبرو هستید، معمولا دلایلی پشتشه. فرض کنید این دلایل خیلی خوش آمدن از یه آدمه، این دلایل بعد از مدتی جستجو یافتن یه آدمه، این دلایل برمیگرده به اینکه شما رو با او یا او رو با شما دیدند و یه مقدار اینقدر کامنت های مثبتی گرفتید که حالا نمیخواید اونا به هم بریزه. یا مثلا فرض کنید برخی از اوقات به خودتون گفتید حالا خیلی مشکل آدم کسی رو بتونه پیدا کنه که خیلی صمیمی و صادق باشه، حالا اگر بشه ادارش کرد یا چیز بد آشکاری نباشه میشه قبولش کرد. یا بفرمایید خب حالا اگر واقعا یه همچین چیزی از آب در آمد، خب جدا میشم دیگه، دنیا که به آخر نمیرسه. که البته وقتی گذشت زمان میاد اون وقت موضوع که در آغاز شاید میشد خیلی راحت برید و رفت دیگه به این سادگی ها نخواهد بود. و این همون چیزی که من همیشه عرض میکنم، کاری رو که نمیخوای تموم کنی نباید تموم کنی، نمیتونی تموم کنی شروع نکن، چون بعدا گیر میافتی. من با صدها موردی روبرو شدم که واقعا انسان پاسخی نداشته. ولی حالا اولین پرسش من از شما این است که چقدر در باره نه حالا استفاده از مواد مخدر، اون خودش علامت بدی عزیز، چون ببینید برخی از اوقات یه چیزی مثل اینکه مثلا فرض کنید شما ببینید این آدم همه چیزش خوبه، ولی مثل یه دفعه دزدی کرده. شما این یه دفعه دزدی نیست، این یک ذهنی است که به یک سرحد و مرزی رسیده که اصلا قابل قبول نیست. یعنی یه چیزایی رو اصلا نمیشه ازش گذشت، برای که اصلا آشکاری که این با خودش خیلی چیزهای دیگه هم داره. حالا چقدر شما درباره نه موضوع مواد مخدر که اون خیلی مهمه، ولی در جهت خیانت، اگر من شما رو درست فهمیدم، در جهت بودن رابطه است، یک چند اندازه مطمئنی، دو چه مدتی است که ادامه داشته، سه آیا فقط یک ارتباط سطحی گذرای مثلا جنسی بوده یا یه زمینه احساسی و هیجانی داشته مسئله بیش از اونه، و بعد چند اندازه مانور کرده، در چه زمانهایی که برای شما اهمیت داشته او چه میکرده. یعنی اون چیزهایی که برخی از اوقات کلیت مسئله آدم رو اذیت نمیکنه، جزئی بودن موضوعها مهمه. یعنی فرض کنید شما اینکه ایشون با یه آدمی رابطه داشته مهمه و بده، ولی اینکه روزی که شما سفر بودید او رو به خونه شما آورده 10 برابر روزا رو بدتر میکنه، در حالی که خب میتونه یه جای دیگه باشه و اون اینقدر بد نبود، ولی این آزاردهنده است. یا بعد دروغی که پشتش ساخته و یا به گونه ای که شما رو بازی داده و فریب داده. حالا ما میریم پیام‌ها رو میشنویم، برمیگردیم هر جور که دلتون میخواد. من میخوام مطمئن بشم مطمئنید، نه اینکه باز اقرار رو اعتراف کرده، در چه حدی بوده، چه مدتی بوده، چه کلیاتی رو که میدانید و مایل هستید پیش اشاره کنید و مطرح کنید، چون بعضی از چیزها رو شاید نخواهید، من کاری به اونا ندارم، اینا رو بفرمایید تا سوالات هست. آقای دکتر، موضوع خیانت رو از آن سوال پرسیدین، من با شخص مشخصی ایشون رو ندیدم. ایشون مشکلی که داشتن، ما هر موقعی که با هم دعوا میکردیم، دو بار این اتفاق افتاد که من ایشون دیدم که وارد سایت دوستیابی میشن. دفعه اولی که دیدمشون خودشون به من اینجوری توضیح دادن که من فقط میخواستم تو رو اذیت کنم، ولی این بار دوم که نصب کنید چه مدت بعد از این بود که به هم زده بودید؟ ببینید شما فرض کنید امروز رابطتون یعنی رو یه جوری فکر کنید، یعنی ایشون ظرف 2 روز بلافاصله. بله همین. اون بار خب چون بار اولشون بود، من همون سهلنگاری بگم نمیدونم اسمشو چی باید بذارم، همچنین یه موقعهایی میشد که من توی اسنپ‌چتشون میدیدم که مثلا یک خانومایی که چجوری بهتون بگم، اصلا از نظر ظاهری شاید در شأن نمیدونم چجوری توضیح بدم چیه کلمه روشون بذارم، میدونم مثلا اینا براش پیام گذاشتم، ولی خب استاپ بوده دیگه، پیام خونده شده، میگفتم مثلا این کیه، میگفت اینا موضوع کاری هستش، من توضیح بیشتری ازش نمیخواستم.
ولی دفعه آخر که همین 3 روز پیش باعث شد که دیگه رابطه‌مون تموم بشه، اونم به دلیل اینکه من این بار، یعنی توی این 2 سال ما هیچ وقت جلوی کسی با همدیگه در و بست نکردیم و کلا شخصیت من یه حالت اینجوری داره، یعنی من هر موضوعی هم بود سعی میکردم مثلا با آرومی با ایشون صحبت کنم، ولی این بار آخر من دیگه واقعا کنترلم از دست دادم و جلوی دوستشون واقعا خیلی با بدی باشون صحبت کردم. خب چی شده بود دقیقا؟ بله بله خواهی. دقیقا چی شده بود که به اینجا رسید؟ اینجور شد که ایشون یه سفری رفته بودن، ما اونجا یه مقداری با هم جربس کردیم و وقتی که ایشون از سفر برگشتن من با ایشون رفتم بیرون غذا بخوریم که صحبت کنیم. اونجا به من گفتن که تو من سفر رفته بودم، به من خیلی استرس دادی و موقعی که داشتیم با هم نهار میخوردیم من دیدم تلفنشون رو چک کردن و من اونجا متوجه شدم که دوباره اینا وارد یک سایت دوستیابی شده، چون من یک لحظه احساس کردم مثلا اینا مچاشون رو چک کردن، ولی به خودم اعتماد نکردم، گفتم نه اشتباه میکنم. ازش پرسیدم گفتم وارد سایت دوستیابی شدی؟ گفت که نه این کار نکردم و من ادامه ندادم. 2-3 روز آقای دکتر 2-3 روز ما با هم میرفتیم بیرون صحبت میکردیم در مورد مشکلی که داریم و این آقا بهشون پیام میومد از سایت دوستیابی و به من میگفت نه. روز آخر من خونه ایشون بودم، رفته بودم، من از یه جلسه مهم اومده بودم، قرار بود که یک کنفرانس بین‌المللی هستش در مورد جراحی قلب توی ژاپن، قرار بود ما هر دو نفر با هم سفر کنیم آخر سپتامبر. من رفته بودم از ایشون بپرسم که تمایل داره بیاد یا نه و موبایلشون روی میز بود و من دیدم که بله، از این سایت یه خانم به ایشون پیام داد و من اونجا تلفن رو دیدم. دیگه اونجا بهش گفتم یعنی واقعا همه چیز بینمون تموم شده، من تو چطور میتونی؟ و این سایت یه سایتی هستش آقای دکتر، همه میدونن که چجور سایتی هست و من واقعا اونجا به هم برخورد که چطور میتونه این کار رو بکنه و از این همون لحظه دوستشون پاسخشون همین این 3 هفته که حال من خیلی بده حتی یک کلمه هم با به من چیزی نگفت. انقدر من ناراحت شدم، هر اون چیزی که توی دلم بود بهش گفتم، این فقط نگام کرد، هیچ چیزی نگفت. کلیات حرفی که زده چی بود؟ حالا دوستشون بله؟ خانم بود یا آقا؟ دوستشون خانم بود آقا بود؟ نه دوستشون هم اومدن آقا بودن و من به دوستشون تلفن رو نشون دادم، گفتم این واقعا خجالت نمیکشه، یعنی من بهشون هیچی نگفتن شده بودم. بله ایشون به شما هیچی نگفتن؟ جوابی ندادن؟ اصلا هیچ چیزی نگفت، فقط آروم روی صندلی نشسته بود و نگام میکرد و من فوق‌العاده حالم بد شده بود، فکر میکنم حالت پانیک اتک بود چون نمیتونستم نفس بکشم. به دوستشون گفتم میشه لطف کنید یه لیوان آب بدید. من این صحنه الان 3 هفته است اذیتم میکنن آقای دکتر، که چطور 2 نفر اونجا نشسته بودن، هیچ کاری نکردم من آروم بشم و یک حالت خیلی بد آقای دکتر که من خودم تشخیص دارم پانیک آتک. این آره انگزایتی آتک بوده، پانیک نبوده. ولی ببینید آخه داستان انتظار داشته چه کار کنن؟ ببینید یه اشکالی که در بیشتر در خانم‌ها هست اینه که مسئله همدردی برایشون مهمه، در حالی که بله. نه که بگم ایشون از ایشون دفاعی نمی‌کنم ابدا، ایشون هم جا خورده، هم فکر کرده مثل که همه چیز مشکل شد یا خراب شد و دیگه حالا چه حرفی بزنه، من چه توضیحی داره؟ حتی فرض کنید چی میگه، اگر قصدتون این است که میامدن سراغ ناراحتی شما، آب میخوایی، نمیدونم چه کار کنم و که ظاهرا بود، ولی واقعا اون بیشتر به یه بازی و حق بازی شبیه، میدونید؟ یعنی اونم میتونم بفهمم. من فکر میکنم 2 تا احتمال هست. یکی این که به هر حال ایشون میگه حالا خب اینجوری شد و دیگه تموم شد و خلاص شدم دیگه، دلیل نره حرفی بزنم.
یکی این که فکر میکنه شما با وجود این که برخی از اوقات این شک و تردید رو داشتید، حالا بعد از یه مدتی به هر دلیلی که هست دوباره حالت عادی پیدا میکنید، پس ایشون چرا چیزی رو خراب کنه، مخصوصا وقتی نمیتونید چیزی رو درست کنه. یعنی میتونم بفهمم، یعنی این شاید بی‌اعتنایی یا بی‌توجهی یا درگیر نشدن رو، ولی اشکال کار من الان باز شمایید که در اینجا میدونید مثل این که من به شما میگم یک کسی با یه چاقو یک کسی رو کشت، ولی این چاقو که در اروپا است چاقوی ایران بود نه اروپایی، و شما رو این موضوع ذهنتون بشه که چرا این کی از ایران چاقو برداشته و برده اینجا، اگر اینجا این چه جور دیگه آدم. من اصلا موضوعی نیست از این، موضوع مرگ یه آدمه، کشته شدن یه آدمه. شما الان به اینکه اون دوتا کاری نکردن، من میتونم 5 تا 10 تا دلیل پیدا کنم که کاری که نکردن یا حرفی که نزدن علیه شما نبوده، بیشتر از سر ناتوانی و ندانم کاری خودشون بوده، یا تازه کاری که فکر میکردن شاید میتونه شما رو بدتر کنه. یعنی ای بسا یه توضیحی که میداد، مثلا هر توضیحی میداد، شما حتی ببینید برخی از اوقات آدم ها دروغ میگن، ولی وقتی توضیح میدن قصدشون فریبه و به اصطلاح insulting to your intelligence، یعنی دارن یه جوری توهین به هوش و عقل شما میکنن. یعنی یه جوابی میدن اصلا مسخره که بیشتر آدم ها اذیت میکنه. و خیلی از آدم ها یاد گرفتن که تو این گونه موارد سکوت همچنان در رو برای هر توضیح بعدی، توجیهی که شاید بتونه طرف رو قانع کنه کمک میکنه. ضمناً خیلی هم پرای پشت سر رو خراب نمیکنه با حرفی که میزنم و یا منم واکنشی که نشون میدم. بنابراین من مجبورم خدمتتون بگم تعجب من از شما اینه که به کل موضوع کاری ندارید، به این گیر دارید. و این نشانه اینه که اگر یک کسی بتونه اینو توضیح بده، مثلا معلوم بشه که ایشون وارد اون سایت نشده، یکی از دوستانی سر به سرش گذاشته، بعد این اسمش رو اونجا داده، بعد شماره تلفنش رو داده، بعد مخصوصا گفته 5 تا زنگ بزنن وقتی شما میدونسته اونجایید، میدونید شما دنبال این است که مثلا بیاد یه همچین توضیح بده شما آروم بگیرید. خب علتش این است که نشاندنه اینه، هنوز تهمونده وجود شما یه همچین آدمی رو با همچین شکی و تردیدی که مسئله اعتماد و اطمینان اساس کاره، همچنان دو دلیل ردش کنید یا نه. یعنی دنبال بازی و بهانه ذهنی میگردید که خودتون رو قانع کنید و گول بزنید، به نظر من مثل گذشته. علت چم خیلی روشنه. ببینید من برخی از اوقات به دوستان برگشتم گفتم خب این که معلوم بود به احتمال بیش از 90-95% این کار میکرد، حتی 60% احتمالم رابطه رو تموم میکنه. پاسخش این بود که حالا اینو ولش کنم، خب کی گفته یکی دیگه از این بهتر پیدا میشه یا از این بدتر نیست؟ خب شما فکر بکنید، یعنی مثلا یه نظام عقلی که آدم ها از یه موضوع به یه موضوع مساوی یا عکس یا مشابه حرکت میکنن، یه نظام عقلی بسیار خطرناکه. خب شما رو میتونم بگم شاید این گونه درگیری ذهنی پیدا میکنید، برای چه اهمیتی داره؟ درست مثل این است که شما میخواید با یه کسی ازدواج کنید، دیدیتش تلفنی باید صحبت کردید، دفعه متوجه میشید زن مرد نیست. شما میخواید چی رو بفهمید؟ کنجکاوی شما اصلا برای چیه؟ ماجرا تموم شد. یعنی این نشون دهنده این است که باز هنوز شما ظاهرا مثلا یک فلکسیبیلیتی و قابلیت انعطاف دارید، یا دنبال یه توضیح و توجیه هستید، یا میخواید اون رو تبدیل کنید به یک اشتباه کوچک، یا میخواید یک جواب عجیب و غریبی به گفتم مثل که دوستانش این کار کردن اصلا یه توطئه بوده برای امتحان شما بوده رو، یعنی یه دنباله یه همچی چیزی هستید. و الا تو این گونه موارد مخصوصا با سابقه ای که بوده و موضوع مصرف مواد مخدر هم که بهش اضافه میشه، که گفتم اونا خیلی چیزها رو خراب میکنه عزیز. من برخی از وقت حرفم این است که ظاهرا یه اشتباهه، ولی نیست، البته به موضوع و مثال خیلی خوبی نیست، ولی میخوام فقط توجه شما و شنوندگان رو جلب کنم. شما بگید من یه آدمی بسیار آگاه به جغرافیا هستم، اصلا لیسانس یا فوق‌لیسانس یا دکترای جغرافیا دارم، بعد به شما بگم ژنو کجاست، بگید خب ژنو پایتخت کاناداست و زیر مکزیک دیگه، بعد من به شما نشون بدم که
همه اینا غلطه، ولی خب من سه تا اشتباه کردم. مگر آدم همه نقاط جهان که نمیدونم چند میلیون نقطه است رو باید بدونه؟ خب این حق بازیه دیگه. شما باید نشون دادید سواد جغرافیا ندارید، تمام شد، بحثی با هم ندارید. و تو این گونه موارد دنبال یه موضوع یا بازی یا بهانه گشتن علامت خوبی نیست. چون باز نگاه کنید به مطالعاتی که در امریکا صورت گرفته، نشون میده بیش از 92 تا حتی 94% آدما بعد از جدایی متوجه میشن تمام اون علل و عواملی که موجب جداییشون بود و در دوره آشنایی دیده بودن، ولی به روی خودشون نبود. یعنی علائم اونجا همه بوده دور برشون، ولی خواستن کم کنن، نادیده بگیرن، توضیح بدن، توجیه کنن، بگن اولشه، نمیدونم اشتباه شده، حالا کیست که خطا کار نیست. میدونید اینا فریبی است که انسان به خودش میده. چون من بارها عرض کردم ما اگر دیگران رو فریب میدادیم دنیا اینقدر بد نبود. دنیا به این دلیل خیلی بدتر شده که ما خودمون رو فریب میدیم و این کارو نباید بکنیم عزیز. اینه که اگر با من به نظر میرسه شاید آشنا باشید، من 23 سال و نیم الان رو خط رادیو تلویزیونم با بیش از 40,000 نفر صحبت کردم. همیشه عرض کردم به من میگید چرا، میگم یک دلیل و فقط یک دلیل، به خاطر یک چیز، اینی که هموطنان خوب و عزیز رو به عنوان یه معلم آشنا کنن، به واقعیت کار داشته باشن، واقعیت رو ببینن، بگن دوست ندارن، خوشم نمیاد، باید نابود بشه، باید تغییر، همه رو قبول دارم، ولی اول بدونن واقعیت چیه. عدد 3 هست یا 13 یا عدد دیگری است. و خب الان شما دارید یه پیام من میدید که من دلم میخواد یه جوری واقعیت رو تغییر بدم. نه، واقعیت رو هم گونه است بپذیرید، بعد آدم خیلی راحت میتونه بگه با وجودی که این واقعیت اینجاش عیب و ایراد داره من قبولش میکنم، ولی دیگه خودشو فریب نداده. ولی تو این گونه موارد میدونید برای مثلا آدمایی که یک حساسیتی دارن و این ماجرا متاسفانه موضوعی نیست که آدم بگه مثلا سال یه دفعه میاد و میره، این موضوعی است که تمام مدت با ماست. یه فیلم میبینیم، یه داستان میشنویم، یه کسی رو میبینیم، حتی برخی از اوقات دو تا آدمی که تو خیابون هستن، زن و مردی دارن راه میرن جلو شما، بعد خداحافظی میکنن جدا میشن. کاملا میتونه به ذهن شما رابطتون رو بیاره، ولی موضوعی که اصلا به شما هیچ ارتباطی نداره. یعنی اینا آزاردهنده است. بنابراین یک، واقع بینانه خودتون با موضوع برخورد کنید و ببینید. دو، فکر کنید که یک کسی از دوستانتون آمده این گزارش رو به شما داده، شما توصیه‌تون به اون دوستتون چیه؟ و سه، اگر دلتون خواست با یک روانشناسی، به ویژه روانشناس خانومی، یه گفتگوی 2 ساعته داشته باشید، ببینید او اگر چراغایی براتون روشن میکنه با اطلاعات بیشتری که از شما میگیره، مثلا اینقدر محدود نیست و راحت هم میتونید حرف بزنید، حتی درباره نوع رابطتون، روابط جنسیتون، اطلاعاتی که از ایشون دارید درباره گذشته خودتون رو به گونه‌ای که برای ایشون بیان کردید، چون همه اینا موضوعای مهمی هستن که اگر مثلا یه وقت 5 ساعت من با شما داشتم اینا رو میتونستم متوجه بشم و خیلی همه چیز شفافتر و روشنتر بود تا اینقدر با ابهام و تاریکی که همکنون باش رو به رو هستم درگیر باشم. چون آقای اگر من هیچ وقت این حالت رو نداشتم، میدونید من مثلا صبح که بیدار میشم با یک استراب از خواب بیدار میشم بعد از این اتفاقی که برام افتاده. خب اسمش استراب نیست، اسم اون نگرانیست، ای بی دلیل نگرانیست. بله. ببینید خب همین، برای که ببینید شما فکر میکنید یه چیزایی رو پس زدید ولی نمیدونید الان چی میتونه بشه. یعنی شما خودتون رو در مقابل یه مقدار ناشناخته گذاشتید، الان نمیدونید که بلند بشید. مثلا فرض کنید شما یه چیزای آوردید تو حیاط خونه گذاشتید، گفتن نگذار تو حیاط، ممکنه بارون بیاد یا خراب بشه یا اصلا ممکنه حیوانات بیان ببرنش و اینا. بنابراین شما صبح بلند میشید با نگرانی، چون فرد جنبه بد و منفی داره دیگه، برم ببینم چی شده. و الان شما تو اون وضعیت هستید در حالی که قبلا اینها رو نداشتید. خب نشون دهنده یه زمینه خفیف استراب فراگیر شما هست، ولی الان تبدیل به یه نگرانی شده که ممکنه انگوش رو چیز خاصی هم نتونید بگذارید، ولی احساس و حال خوبی بهتون نمیده. و موضوع اصلی همین عزیز، من همیشه عرض کردم یه رابطه اصلا ملاک خوب و بد بودنش اینه که آیا در ارتباط با یه آدمی او بهترین ما رو از ما بیرون میاره یا بدترین ما رو.
خوب ما رو بیرون میاره یا بد ما. چون تو ارتباطات آدم ها با هم این اصله. اگر دو تا آدم در کنار هم و با هم دائما خوب هم دیگر رو بیرون میارند و خوشند و بگو و بخند و هره و کره دارند و اصلا مسئله و مشکلی نیست، نگرانی و استرابی از چیزی ندارند، خب این خیلی متفاوته تا اینکه آدم ها فکر کنن به قول معروف روی پوست تخمور دارن حرکت کنن، باید مواظب باشن صداش در نیاد، یعنی یه چیزی نشه و گرفتاری درست نشه. اینه که با خودتون صمیمی و صادق باشید، به دلیل اینکه اولا مدت رابطتون طولانی بوده، دوم شما با توجه به سن و شرایطتون وقت ندارید بی خودی یه سال دو سال هی بچرخید و بگردید ببینید کجا باید برید. شما یه مقدار باید تکلیفتون در جهت زندگیتون و ارتباطتون روشن باشه. به هر حال امیدوارم که یه جوری برای خودتون حلش کنید که راحته، ولی مجبورم این جمله آخر بگم، من خوشحال از آنچه که شنیدم اصلا نیستم. میدونم آقای دکتر، به نظرتون چقدر باید صبر کنم تا بعد بخوام وارد رابطه تازه بشم؟ اون که اقلا 6 ماه بخصوصا با این نوع مسئله. ببینید همین، یعنی نمیخوام اذیتتون کنم، خود این سوال خیلی معنی داره ها. ببینید خود این سوال نشون میده که شما برای این تصمیم به چیزای دیگه نگاه میکنید. نه میدونید آقای دکتر چرا میپرسم؟ به خاطر اینکه الان توی بیمارستانی که دارم کار میکنم یه درد همکارانم در این مورد اطلاع پیدا کردن. من فقط میتونم شیفتای کاری مو درست کار کنم، بعد اون یعنی زندگیم واقعا مختل شده. میدونم شاید خیلی بچگانه باشه اینجوری صحبت کنم، ولی خب واقعیت رو دارم بهتون میگم. نه خودتون مشغول کنید. بله یه چند تام حتی شیفت بیشتر گرفتم که چون میدونم تو بیمارستان حالا حالم خوبه، بهتره یعنی، ولی خب خونه میام حالم بدتر میشه. تو بیمارستان ما الان دو تا از همکارام که قبلا همیشه میدونستم اینو علاقه مندن، اینا شدیدن اومدن دورم رو گرفتن. نه اون خطرناکه. ببینید عزیز هرگز نه صبر کنید. ببینید ما وقتی در رابطه آسیب میبینیم زخمی میشیم، هرگز نباید از رابطه بعدی به عنوان دارو یا یه باندی برای بستن اون زخم استفاده کنه. اون خطرناک ترینه. آدم ها با تو زندگی ما برای ما دوا غذا باشن که همین اون بشه خورد، دوا نمیتونن باشن که کوتاه مده ابدا. شما بعد از همیشه من عرض کردم مثلا 2 سال رابطه بوده، حداقل بین 2 تا 4 ماه برای شما هیچ مردی وجود نداره، هیچ توجهی نیست، هیچ محل به هیچ کس نمیگذارید، برای که اون زمینه ذهنیتون پاک کنید. واقعیت هم همینه، وقتی ایشون نزدیک میشن من حالم بد میشه، دوباره همون تپش قلبی تموم شد. این هم کارم بنابراین بقیه میشن. رو هم به قول معروف تار و مار کنید، خودتون رو در معرض اونا قرار ندید، نخواهید چیزی رو چک کنید، خودتون رو مشغول کنید با کارهایی که حداقل در این زمینه برای شما بی تفاوت و بی اهمیته. میتونید خیلی کارا بکنید، خیلی کارهای مختلف انجام بدید که زندگیتون رو پر کنید، ولی اصلا فکر رابطه رو نکنید. برای که اولا رابطه های غلط رو متاسفانه ادامه میدید، حتی ممکنه به ازدواج غلط منجر بشه. رابطه های خوب رو خراب میکنید، در حالی که اگر 3 ماه صبر کنید 4 ماه صبر کنید رابطه خوب رو خراب نمیکنید. حتما اشتباهه، حتما اشتباه. از یه رابطه اومدن به رابطه دیگه رفتن در واقع تصمیم برای اشتباه و رفتار نادرسته. تازه یک طرف ماجرا شما، این طرف او هم با توجه به حال شما آسیب میبینه. بنابراین باید زمین پاک باشه که حالا بتونید اگر مایلید گل تازهی بکارید. امیدوارم مثل این دفعه دست گلی آب ندید، ولی خب خوشحال شدم با تو صحبت. خیلی ممنونم ازتون، خیلی خوشحال شدم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام، خسته نباشید آقای دکتر. سلام، بفرمایید. من از کانادا با شما تماس میگیرم، 18 سالم هستش. یه مشکل افسردگی داشتم و یه مشکل. خب بذار ازتون دو تا سوال کنم عزیز. اولا فرزند چندمید؟ من تک فرزندم. دومی که چه مدتی است کانادا هید؟ یه حدود 8 ماهی هستش. خب چگونه آمدید؟ با کی آمدید؟ من با عموم دارم زندگی میکنم. ماجرای ایران هستم. شما 8 ماه قبل از ایران اومدید یا از جای دیگه اومدید؟ از ایران اومدم مستقیم. چرا نخواستید در ایران بمونید؟
من برای تحصیل اومدم اینجا. خب در ایران هم میشد تحصیل کرده میشد؟ به خاطر وضعیتی که ایران داشت احساس کردم دیگه اونجا آینده نیستش، به خاطر من به کانادا اومدم. اوکی. اما اصرار برای اومدن من داشتن. اصرار ایشون که از نظر کلی اشتباهه، ولی به هر حال به من بگید که عمو با کی زندگی میکنن؟ عموی من تنها تو زندگی میکنه، ولی عموی من به خاطر درگذشته، به خاطر کاری که پدرم براشون کرده بودن، گفتن که من به کانادا بیام به خرج ایشون. خب به من بفرمایید، عمو سوال من این بود که همسر و فرزندانی دارن یا نداره؟ همسر و فرزندی ندارن. ایشون چند سالشونه؟ 43 سالشونه. شغل و کارشون چیه؟ نقاشه. نقاش به معنی کسی که مثلا ساختمون. بسیار خوب. خب حالا میدونی چرا ازدواج اصلا نکردن یا ازدواج کردن؟ جدا ازدواج کرده بودن ولی فرزندی ندارن. نه فرزندی ندارن. اوکی. شغل پدر شما در ایران چی؟ پدر من نظامی بودن ولی الان بازنشسته شدن. چند سالشونه؟ 58 سالشون. خب از جوان هستن. اوکی. بله. خب حالا اومدید، قصه افسردگی شما از کی هست؟ چی دربارش میتونید به من بگید؟ کی تشخیص داده که شما افسردگی؟ حقیقتش من مشکلی که دارم احساس میکنم با دیگران نمیتونم خوب ارتباط برقرار کنم، و چیزی که احساس میکنم اینه که من توی بچگی احساس میکنم آدم پرنشاطی بودم، ولی به خاطر اینکه مادرم یه مشکلی داشتش این بود که خودشم هیچ وقت هیچ دوستی نداشتش، و وقتی که من یادم میاد بچه بودم من میگرفت میزد. حالا من این مسائل رو فراموش کردم، ولی چیزی که احساس میکنم اینه که رفتاری که ایشون داشت با دیگران توی منم تاثیر گذاشته. حالا من تا سن 12-13 سالگی بودم مشکلی نداشتم، ولی از یه جایی به بعد که هرچی به دوران بلوغ رسیدم احساس میکنم که رفتار مادرم روی منم تاثیر گذاشتش، ولی هر چقدر میخوام مثلا توی ذهنم یه جوری رفتار کنم که بتونم اون ضعفی که دارم برطرف کنم، ولی میبینم نمیشه. یا باید توی اجتماع احساس کنم زیاد بیشتر باشم، یا اینکه یکی من راهنمایی بکنه که چجوری از لحاظ ارتباطی من با دیگران رفتار بکنم. و این چیزی هست که توی ذهن من هستش، من میخوام با خودم حل بکنم، چون میترسم به کسای دیگه بگم یه عادت کوچیک شدن به من دست بده. آخه اینا که اصلا مطالبی که میگید و یه تصمیم ها و تشخیص هایی که دادید که دقیق و درست است. اولا مادر شما چگونه به نظر شما زنی بود و چرا شما رو، اگر من درست فهمیدم، در کودکی تنبیه فیزیکی میکرد؟ از چه سنی؟ از سن 6-7 سالگی. و این وضع تا کی ادامه داشت؟ تا زمانی که من از ایران بیام بیرون. یعنی وقتی مثلا شما 17 سالت هم بود، مادر همچنان ممکن شما رو تنبیه فیزیکی بکنه؟ تنبیه فیزیکی میخواستم بکنم، ولی من به هر حال مقاومت میکردم. حالا با حالت حرفی این رفتار رو با من داشتم. حالا من یادم میاد توی 14-15 سالگی که یه وقت بدنم رو چایی میگرفت. ممکنه من بفرمایید پدر در این پدر اینجا چه نقشی داشتی؟ چی؟ پدر گاهی اوقات میگفتش که من باید در مقابلم کوتاهی. چرا؟ این رفتارها رو میدید، ولی میگفتش که من متوجهم ولی متاسفم. آخه شما با یه مادر بیمار روبرو بودید که به جای مهر و محبت و حمایت و برآوردن احتیاجات و نیازهای شما و مواظبت و مراقبت ازتون، یه کسی بوده که کاری میکرده که اصلا دیگه در دنیای امروز پذیرفته نیست، و اونم با یه بچه. بعدم پدرتون یه همچین سنی رو از پسرش دور نمی کرده،
و یا اصلا جدا نمی نه شده همچی بریم مشکلی من با ایشون داشتم، یعنی با مادرم داشتم، و میگفتیم بریم پیش روانشناس، ولی بابا میگفتش یه این شکلی که گرفته دیگه نمیشه تغییرش شد. حال پدر شما یه دفعه از یعنی کجا نه متخصص از بچگی میخواستم، من تا اونی که بچه بودم میخواستم طرف بگیرم، ولی خب حالا به هر حال بنابراین شما در حقیقت از اون شرایط خودتون بیرون کشیدید تا آمدید. اون وقت شما اونجا هیچ وقت دکتر هم رفتید، دارو هم مصرف کردید یا نه؟ نه من دارو مصرف نکردم، پیش دکتر نه. خب آخه ببینید عزیز، اولا شما فرزند تکید، دوم اینکه یه مادر بیمار خودخواه نادان گرفتار دارید، و بعدم یه موجود کوچکی که تمام ذهن و زندگیش مادر و پدرشه با یه همچین موجودی روبرو بودید، خب معلومه چی میشه. یعنی به جای اینکه به شما غذا بدن سم و زهر میدادن، به جایی که نوازشتون کنند تنبیهتون میکردن. خب معلومه هر کسی از پا در میاد، هر کسی به هم میریزه. مقصد ما یه موجوداتی هستیم که اصلا خانواده به این دلیل به وجود اومد که نوزاد انسانی و کودک انسانی اینقدر ضعیفه که اگر حمایت دیگران نباشه میمیره. و شما در اینجا اون کسی که قرار بوده مواظب و مراقب شما بوده تازه آزاردهنده بوده. ای بسا همه ی آدم های دیگه کاری رو که مادر شما با شما میکرده یا توی یک ماه میکرده همه مردم دیگه نمیکرده. خب وقت درستون تو دبستان چطور بود؟ من درسم تا چهارم ابتدایی خیلی بد بودش، نمیتونستم حتی بنویسم، ولی به هر حال تاثیر یه معلم توی زندگی من بود. زندگی من اعتقاد درس خوندن عوض شدش و توی من خیلی نمراتم خوب بودش. تا کلاس نهم بود توی آزمونی دادم توی مدرسه خیلی خوبی قبول شد. بعدش تا سال یازدهم خوندم، از سال یازدهم اومدم کانادا. خب الان چه میکنید عزیز در کانادا؟ دبیرستان میرید یا نه؟ دبیرستان. آیا زبان انگلیسی، منطقه انگلیسی زبانید یا فرانسه زبانید؟ انگلیسی زبان. و زبان انگلیسیتون چطوره؟ خیلی خوب هست، شبون صحبت میکنم، مشکلی باش ندارم. خب اولی در جهت، خب حالا به من بگید در این کلاس دوازده که هستید با بچه های کانادایی ارتباطتون چگونه است؟ یا اگر غیر کانادایی هم اونجا هست؟ حقیقتش ما ارتباطی که داریم در حال روابطی که حرامی چجوری که من بیان کنم ظاهری هست، چون تو روابط سلمی ها نداریم، اگه روابط سلمی متوجه خیلی کم هستش با دیگر. شما از نظر بگو عزیز، ببخش میونه کلامتون، من از نظر میکنم تو این دنیایی که هستم، من تو ذهن خودم دارم ببین این میکنم یه جوری هست، مثلا همه راست میرم من چپ دارم، انگار من توی دنیای دیگه هستم، رفتار دیگر هم با من کامل فرق میکنه. خب بخاطر اینکه مادر شما باید خوب بوده، بد بوده، مهربون بوده، نامهربان بودی، شما چه انتظاری از خودتون دارید؟ به من قرار بوده غذا بدن، زهر و سم دادن، خب من چرا مریض نشم؟ نه به هر حال من هرچی بود توی ذهن خودم من کنار گذاشتم، من همه چیز خوشو کنار گذاشتنی نیست، ولی من ندارم. ولی عزیز من صبر کن، تو میتونی الان فارسی نفهمی؟ بگو من الان تصمیم گرفتم فارسی نفهم، هرکی فارسی حرف بزنی نمیمم، چکار نمیتونیم بکنیم که کنار گذاشتم؟ کناری نمیره، مثل که من بگم زخم دستم رو کنار گذاشتم، شکستگی پام رو کنار گذاشتم، واقعیت رو که نمیشه کنار گذاشت. خب اون یه موضوع هست. حالا اینجا 8 ماه گفتید آمدید کانادا، درسته؟ درست. رابطتون با عمو چطوره؟ رابطه خیلی خوب من با ایشون ندارم. ندارید؟ نه، به خاطر یه سری سرلنگاری هایی که احساس کنم آدم از سرهنگاری هستم، به خاطر همین رابط. مثلا شما چه کاری ظرفه؟ خب من بگید، نه من بگید ظرف، مثلا من بخوام موضوع رو بهتر بیان کنم، میگم گاهی تو جمع مثلا منو میونه جمعی میبره، میگه تو باعث سرخوردگی من هستی. خب اولا نری، بعد مثلا اونجا شما چه کار میکنید که باعث سرشکستگی میشه؟
نوع غذا خوردن هستش، سر چیزای کوچیک و بچه کنیم. یه که غذا خوردن یه جوریه که باعث میشه که من کوچیک بشم جلوی دیگران. خب شما یاد بگیرید طریقه درست خوردن رو. درست. یا این که حرفایی که مثلا من جلوی دیگران میزنم، میگه که این یه سری حرفای بچگانه هستش که باعث میشه که بیشتر خودتون. خب اولا راه حلش این است که شما با عمو این ور اون ور نرید. دلیل نداره آدم بره یه جایی که جاش نیست. مثل که من پاشم برم توی یه جمع ژاپنی. خب اونا ژاپنی هر زمان که بلد نیستم. من برای چی برم؟ اولا نرید به هیچ وجه. آخرانه محیط تابستون هستش. من کسی اینجا ندارم که من بخوام برم بیرون. فقط یه دوست ایرانی هستش که من باش بیشتر باشگاه و جایی دیگه رفتم. خب همیشه کافیست یه دونه دوست داشت باشید، از طریق او چند تا دوست دیگه هم پیدا کنید. درست. آیا که به نظر شما راه درمان این موضوع چیه؟ من چطور میتونم بهتر بشم؟ آخه من هنوز تشخیصی روی شما دقیقا ندادم عزیز. برای اینکه شما با توجه به اطلاعاتی که به من میدید یه موضوع پیچیده ایه. من با علتش کاری ندارم، با چرایش کاری ندارم. من الان یک متوجه هستم که زمینه افسردگی هست، زمینه استراب هست، این دوتا رو متوجه هم. ناچار با افسردگی و استراب خشم و وسواس هم میتونه بیاد. اما اون چیزی که بسا مسئله شماست بیش از همه اون احساس بدیست که راجع به خودتون و دوربریاتون دارید و اطرافتون دارید. چون روز که مادر من خوب نیست دیگه کی میتونه خوب باشه؟ و اون نگاهه. بعدم خب شما خودتون رو خوب نمیدونید، خواستنی و دوست داشتنی نمیدونید، دیگران رو هم ناچار خوب نمیدونید. خب بین من بد و دیگران بد یا بدتر چه نتیجه حاصل میشه در جهت اون زمانی که با من ارتباط برقرار کنم؟ یه چیزی بدتر. بنابراین میشه شما رو فهمید. شما حتما میتونید خوب بشید و درست بشید. میدونید مثل این مونه که شما بدن و تنتون کثیفه، شاید هم یه ذره مثلا زخمای اینجا اونجا تونه، ضمناً تو جوی لجن هم افتادید، لباساتون هم کثیفه. حالا خب لباسا رو عوض بکنید. هم کلمه شما ببخشید، من حرف روانشناس رو به همون زدم، اما میگه که برو پیش روانشناس و بری پیش حتما پیش روانشناس 40 روز. میگه تو باید بری بستری بشی توی بیمارستان. چرا؟ این حرفی که میزنه آدم اصلا روانشناسان بیزار میشه. نه نه سب کنید، من نمیدونم چرا پدر شما از یه طرف متخصصه، عموی شما از یه طرف متخصصه، کی در یه جایی مانند امریکا یا کانادا اگر یه کسی افسردگی داره، مسائل و مشکلاتی داره، وقتی که بره پرو دکتر نه نمیگه که من مشکل افسردگی دارم، میگه من مشکل ارتباطی دارم. عزیز من صحبت میشه رفت صحبت منم شما بشنوید. من میگم کی هرگز هرگز این اتفاق نمیفته که شما به خاطر اینکه با کسی ارتباط برقرار نمیکنید و افسرده هستید ببرن بیمارستان بخوابونن. همچین چیزی نیست. شما روزی شما رو ببرن بیمارستان میخوابونن که فکر کنن خطر جانی برای خودتون یا دیگران دارید. اگر شما حرف این است که من میخوام خودکشی کنم، اگر بگید میخوام کسی رو بکشم، بر میگردن به شما میگن که بیمارستان شما رو مثلا 72 ساعت 3 روز نگه میداره. برای کسی به خاطر افسردگی توی یه دنیای ما زندگی میکنیم که در یه جای مانند امریکا و کانادا در هر آن تقریبا 5% مردم، 4-5% مردم افسردن، ولی 1000 مردم تو بیمارستان نیستن، همینا تو بیمارستان بستری هست. خب پرت و پلاها چیه عزیز؟ شما اطلاعاتتون هم غلطه، یعنی چیزایی که به شما میگن. حالا مسئله این است که بعدم این بهانه شما میشه که برای روانشناس نرم، چون اگر برم به من میگه میبریم بیمارستان بستری. برم من پنهانی میرم که ببینم مشکلم چیه، نه پیش دیگران که منو مسخره بکنم. در واقع کسی به انتباه تو من مسخره میکنه؟ مگر این همه آدمی که مسائل و مشکلات روانی دارن دیگران مسخرهشون میکنن؟ کی مسخره میکنه؟ شما تا حالا چند تا مهمونی رفتید که دیدید کسی که آدمی که مضطربه یا افسرده هست
یا مشکل روانی داره من رو مسخرش میکنه. من اگر حرفی نزنم، کاری نکنم، که کسی با من کاری نداره. شما اصلا توی مهمونی برید بشینید، یه رفتار عادی سلام علیکم احوال پرسی بکنید بشینید، بسیاری از اوقات که اگر ازتون سوالی کردن که میدونستید مطمئن بودید جواب میدید، اگر نه هیچ درگیر بحث و گفتگویی هم با کسی نشید که 3 ساعت 4 ساعت توی مهمونی هستید میاد بیرون. مثل خیلی از آدم ها که میرن مهمونی هم میان هیچ اتفاقی هم نمیافته. خب آخه شما یه نگاه خاصی هم دارید، شما احتیاج به یه روانشناس آقا دارید که باهاتون کار بکنه، ولی اون شما رو بستری میکنه، نه مسئله و مشکلی به وجود میاد. بله شما گفتم یه زمانی هست که ببین عزیز من دستم قطع شده، پام قطع شده، یه زمانی هست که نه من دستم در رفته. یه کسی که آشنا باشه ای بسا ظرف چند دقیقه میتونه درستش کنه. شما از نوع دستی است که در رفته، نه دستی که قطع شده و بریده شده. بنابراین موضوع و مسئله که دارید تو این زمین است و به همجاست که راهش حتما پروی روانشناس. اگر میشه بگذارید، اگر هنوز راحتید، که عمو صحبت‌های من و شما رو بشنوند و من خدمتشون میگم که بهترین کار این است که با یه روانشناس آقا شما در ارتباط باشید. حتی این میتونه اگر راحت ترید با کسی باشه در ایران که از اینهاش از اینجا یا از همون ایران پرداخت باشه، یا حتی در کانادا باشه، تلفنی صحبت کنید در جلسات اول. ولی ترجیح من این است که کسی شما رو ببینه. حالا اگر فکر بکنید هنوز من شما میتونیم با هم حرفی بزنیم و گفتگویی داشته باشیم، ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم صحبت رو با هم ادامه بدیم. اگر فکر کنید حرفامون رو زدیم، خداحافظی کنیم. هر جور میل تو هست.